بریم ببینیم چه خبره در فضای مجازی فوتبال کشورمون. خب میدونید دیگه بعد از یه تعطیلی نسبتاً طولانی به دلیل برگزاری بازی‌های ملی، لیگ برتر فوتبال کشورمون با دو بازی معوقه از امروز آغاز شد. آلومینیوم هوادار اونور تراکتور سپاهان چه جوی، چه پرشوری، چه انفجارایی رو هواداری تراکتور رقم زده بودن تو ورزشگاه یادگار امام، اما اون چیزی که ما انتظار داشتیم نشد. حالا توضیح میدم. اول بذارید از بازی آلومینیوم هوادار شروع بکنیم. در اولین بازی سال 1403 لیگ برتر تیمای آلومینیوم و هوادار در مقابل همدیگه قرار گرفتن. خب میدونیم شاگرده مسعود شجاعی بعد از دو تساوی متوالی این دیدار رو طوفانی شروع کردن و در دقیقه 7 با ضربه کریم اسلامی از حریف خودشون پیش افتادن. بعد از این گل آلومینیوم چند موقعیت روی دروازه هوادار ساخت و شاگرده مسعود شجاعی هم چند بار دروازه حریف رو تهدید کردن، تا اینکه در دقیقه 45 بازی تیم عراقی موفق شد گل تساوی رو به ثمر برسونه. اونور گفتم دیگه، کریم اسلامی گل زد، اینورم محمد امین کاظمیان واسه عراقی‌ها گل زد تا بازی به تساوی 1-1 برسه. دیگه موقعیتی ایجاد نشد. الان جدول رو با هم دیگه مرور بکنیم. آلومینیوم 29 امتیازی و جایگاه هفتم خودش رو تثبیت کرد. اونورم هوادار 20 امتیازه و دو پله صعود کرد نسبت به تیمای پیکان و فولاد و خودش رو به رتبه 11ام رسوند. اما بازی بزرگ هفته برنده نداشت. کم موقعیت مثل اکثر بازی‌های لیگ برتر. جو رو شما ببینید. من یه چیزی بهتون بگم، این بازیکنا که حالا اینقدر انتظار ازشون من دارم، حداقل همون رضا اسدی داره سالی 70 میلیارد میگیره، شهریار مقالو سالی 60 میلیارد داره میگیره، اونور شجاع، اینور چه میدونم پیام نیازمند حالا نبود، نیما میرزازاد بازی کرد، اما میخوام بگم که تقابل تیمای میلیاردی لیگ برترمون بود اما کم موقعیت. یه دونه سیامک نعمتی فرصت رو از دست داد تا نشون بده که حق با یحیی گل محمدی بوده. مهدی عبدی که اصلا نیومد به بازی، اصلا اعتقادی پاکو خمس پیش نداره. اونورم سپانیای کاوه رضایی زد، یه همکاری تیمی روی کورنر که حسین پور حمیدی توپو در آورد، کلاً اون چیزی که باید در نیومد. 97 دقیقه بازی طول کشید. اونور حالا آخرش شجاع خلیل زاده داره اعتراض میکنه که چرا وقت طرف شده بیشتر نگرفتیم. کلاً یه چیز عجیب و غریبی بود این مسابقه، کم موقعیت، بی روح. هر چقدرم هوادارا روح دادن به این مسابقه، اما بازیکن‌ها کیفیت فنی خوبی رو از خودشون نشون ندادن. خلاصه که این بازی مساوی شد بدون گل تا تراکتور و سپاهان 39 و 38 امتیاز بدون تغییر در رده‌های سوم و چهارم جدول باقی بمونن. البته که سپاهان یه بازی کمتر داره نسبت به تیم فوتبال تراکتور. من فکر می‌کنم برنده واقعی این بازی هوادارهای ما بودن. ثابت کردن که پرشورترینن، ثابت کردن که بهترینن و واقعا فارغ از اینکه حالا من به بازی بخوام بپردازم، جا داره که یه تشکر ویژه، یه تشکر از صمیم قلب بکنم از هوادارهای خوب و خونگرممون که همیشه همراه ما هستن و ثابت کردن که پشتوانه اصلی تیم ما هوادارهای خوبمون هستن. و یه تشکر ویژه هم بکنم از مسئولین برگزاری مسابقه، مسئولین استان که واقعا همه جوره با ما و همراه ما بودن برای برگزاری هرچی بهتر این مسابقه. ما دو تا دیگه بازی خیلی پرتماشاگر رو امسال برگزار کردیم، واقعا همه جوره با ما همراه بودن، کمک کردن و به بهترین شکل بازی ها رو ما در استادیوم یادگار برگزار کردیم. این افتخار و این به حال کردیت میرسه به تماشاگرای ما و امیدوارم که همیشه و همواره همینجور پشتوانه و پشت تیم ما باشه. آقای مظفرزاده، شما رو همیشه چهره آروم و بی‌حاشیه‌ای دیدیم، ولی به نظر میرسه اون صحبت مدیر باشگاه، مدیر تیم سپاهان شما رو خیلی عصبانی کرد، جوابیه تندی هم بهشون دادیم، در مورد این موضوع هم صحبت میکنیم. والا من نه عصبانی هم نشدم، من یه سری واقعیت‌ها رو گفتم. الان هم که خدمت شما عرض کردم، ما 20 هفته قبل از این بازی، 20 هفته ما درگیر مسابقات لیگ بودیم، مسابقات جام حذفی، بازی آسیایی و بهترین عملکرد هوادارهای ما و تیم ما داشتن، کوچکترین حاشیه‌ای نداشتیم، کوچکترین اتفاقی برای ما نیفتاد. امروز هم به جز یه صحنه اصلا لیزر و اینا تقریبا نبود. الان خودتون شاهد بودین این تعداد تماشاگر، تازه ما یه تعداد داخل استادیوم بودن، یه تعداد خیلی زیادی هم بیرون از استادیوم روی تپه‌های اطراف بودن. و وقتی به هر حال یه صحبت‌های آنچنانی مطرح میشه، خب باید حتما پاسخش داده بشه که به هر حال اون چیزی که واقعیت و حق به گوش مخاطب برسه و اونی که میشنوه و میخونه مطالب رو خودش هم قضاوت میکنه. حالا اظهار نظرم واسه شد، واسه جو متشنج شه، شاید فشار روی بازیکن ها بیاد، شاید مثلا 0-0 امروز به خاطر اون فشاری بود که توی یه هفته گذشته بین دو تا باشگاه. من کاملا موافقم که این بساط این مصاحبه های قبل بازی ها و این بیانیه نویسی ها با جمع شه، ولی وقتی که
برخورد نمیشه، ما باید از حق و حقوق خودمون و باشگاهمون دفاع کنیم و باید واقعیت‌ها رو منعکس کنیم، نباید بذاریم که حقیقت وارونه جلوه بکنه و این وظیفه ماست و ما بدون هیچ عصبیتی پاسخ واقعی رو دادیم و به واقعیت‌ها هم اشاره کردیم، به فکت‌ها اشاره کردیم که توی پاسخ تو جوابی ما بودم. نه ما حالا امروز هم دیدیم که در یه جو صمیمانه بازی برگزار شد، ولی اگر کسی به هر حال میگم بخواد حقایق رو وارونه جلوه بده، ما قطعا از حق و حقوق باشگاهمون دفاع خواهیم کرد. فاصله بگیریم از بازی‌های موفق امروز. خبری اومد مبنی بر اینکه علیرضا بیرانوند مثل اینکه در تیم ملی مصدوم شده، یعنی کلا پرسپولیسی‌ها از بازی‌های ملی شانس ندارن. اون از اوضاع مهدی ترابی که سرماخورده است بالا رسیده و میگن آماده است تو تمرینات شرکت کرده. اونورم استون اورونوف یه مصدومیت جزئی واسش پیش اومد در تیم ملی فوتبال ازبکستان. حالا میگن علیرضا بیرانوند به دلیل آسیب دیدگی شدید از ناحیه تاندون دست، میگن مچ دست، بعضی‌ها میگن تاندون دست، نتونسته درون دروازه قرار بگیره رو تمرین بکنه. امروز این خبر اومد. گفته میشه که دلیل نیمکت نشینی بیرو تو بازی برگشت مقابل ترکمنستان هم همین مسئله بوده، وگرنه 3-2-3 اصلا بازی نمی‌کرده. حالا این خطر وجود داره که بیرو در سیرجان بازی بکنه و آسیب دیدگیش تشدید بشه، اونم در حالی که گفته میشه بیرانوند دست خودشو آتل گرفته و عملاً شرایط حضور در زمین برای اون مهیا نیست. چه بسا که اگه وضعیت بیرانوند بهبود پیدا نکنه با نظر پزشکان، دست اون داخل گچ هم ممکنه بره که در این صورت شرایط برای این بازیکن پیچیده تر میشه. اما چیزی که مشخصه امیررضا رفیعی رو پرسپولیسیا دارن. اگه اشتباه نکنم در بازی مقابل زوبا هم بود که این دروازه‌بان جوان برای قرمزپوشای پایتخت به میدون رفت، انصافا هم عملکردش خوب بود و حالا قطعا در مقابل گلگواریا هم قرار میگیره امیررضا رفیعی با توجه به مصونیت علیرضا بیرانوند. مهدی قائدی گل خوشگل زد امروز. بچا لطفاً دکمه لایک هم همین الان بزنید، حالا اون دوستانی که یادشون میره، یه گل خوشگل زد مهدی قائدی، یه خوشحالی جالبم کرد. با هم دیگه ببینیم، من توضیح نمیدم. النمور تسجل اولا في مرمى العين هدف اول لمصلحة الاتحاد في الدقيقة 11 مهدي قائدي يسجل في شباك الزعيم 1-0 في الدقيقة 11. نعم مهدي قائدي يسجل يتقدم لمصلحة وقائدي. الله هدف ثاني، هدف ثاني لمصلحة الاتحاد، مهدی قائدی یضیف هدف ثانی من ركله جزاء في الدقيقه. پست اینستاگرامی شهاب زاهدی بعد از درخشش برابر کاشیما با تکسی از محمد رضا شایعه که گفته اولویت عشق شماره آخر. حالا من خیلی رپ گوش نمیدم، ولی خب شهاب زاهدی اینو کپشن نوشته. استوری مورایس هم از جو ورزشگاه یادگار امام رو شما دارید در تصویر مشاهده میکنید. پست خوشامدگویی نساجی به لوامپولی، گلر بسیار خوبی نشون داد حداقل تو تمرینات. اینم اعتراض جواد نکونام که در قالب یه استوری منتشر کرده به افزایش قیمت بلیت ورزشگاه آزادی، چون میدونید دیگه بلیت ها رفت بالا، یعنی جایگاه بانوان که یه جایگاه اوتیه کلن 75,000 تومان شد، پشت دروازه شده 150,000 تومان، 250,000 تومان هم روبروی جایگاه. خب بلیت طبیعتا بیشتر شده سال جدید و اینم نکته تلخیه دیگه. البته الان شده دلار بچه 63 خورده ای، یعنی نمیدونم چی بگم. خلاصه گفته که نقش هواداره در نتایج امسال غیر قابل انکار بوده. حالا استقلال با طرفدار خوبه، اونا با حضور همیشگی و پرشور خودشون همواره به تیم و بازیکن‌ها انرژی دادن. در شرایطی که تیم‌های دیگه در هفته‌های منتهی به پایان لیگ قیمت بلیت‌ها رو کاهش داده یا رایگان کردن، هوادار استقلال نباید به خاطر گرونی بلیت از سکوهای ورزشگاه دور بشه. تو این وضعیت اقتصادی هوادار استقلال رو دریابیم. مهدی طارمی هم از لیست پورتو برای بازی با ویتوریا گیمارش خط خورد. چون نمی‌دونم متوجه کم انرژی بودن من هستین یا نه، من کم فشارم، من اولین روزی بود که رفتم باشگاه بعد از سولوش 3-4 ماه فشارم بد جوری افتاد و خلاصه اگه انرژیم کمه ببخشید، حالا جبرانم میکنم، خیلی حالم بد بود، ولی خب نمیتونستم بی تفاوت باشم. آقا زمان نشست خبری قبل از مسابقه سرمربیای استقلال و مثل رفسنجان در هفته 22 لیگ برتر منتشر شده که ساعت 14:30 جواد نکونام سرمربی استقلال و ساعت 15 هم محرم نوید کیا میانو در کنفرانس قبل از مسابقه شون صحبت خواهند کرد. با توجه به صحبتایی که قبلا کرده بودیم و جلسه ای که دیشب داشتیم جلسه خوبی بود، ولی متاسفانه یه اندک یه تعداد محدودی از هوادارا بازم لیزر را انداختن، ولی خدا را شکر، خدا را شکر میکنم که هم داور مسابقه هم ناظر مسابقه، علارغم این که سال گذشته با ما همکاری نکردن، هم داور مسابقه
این بازی خیلی با ما همکاری که هم ناظر مسابقه و حدود دو سه مرتبه دستور توقف بازی ها دادم. آقای فتایی، چند باری دیدیم که حالا آتش بازی اتفاق افتاده بود، این موضوع فکر کنم جریمه داشته برای استقلال سپاهان، حالا ولی خوشگل کرده بود ورزشگاه، نظر شما؟ ببینیم بحث دودزا و اینایی که والا طبق قوانینی که توی AFC هم میگن تا یک ساعت قبل از مسابقه، یعنی 50 دقیقه به شروع مسابقه که بازیکن‌ها میخوان برن داخل ورزشگاه نباید دیگه دودزا استفاده بشه، ولی ناظر مسابقه به من گفت من گزارش میدم که استفاده شد و منتظر تصمیم کمیته انضباطی هستم. آقای فتایی نصیرزاده صحبت میکردم و گفتم ما صحبت کردیم دوباره اون دوستی بین هوادارهای سپاهان و تراکتور شکل بگیره، موضع باشگاه سپاهان چیه در این رابطه؟ باش با تماشاگرهای سپاهان، مردم اصفهان و مردم تبریز هیچ موقع با هم مشکل نداشتن. حالا اون اتفاقاتی هم که سال گذشته افتاد مقصرش نه مردم، مقصر ناظر و داور مسابقه بود که به هیچ اونم بازی ها نخوابون و این کار امسال ناظر داور کردن و باعث اون تنش ها به وجود. ولی امروز یه تعدادی از هوادارا اومدن که از شورای هواداری ما هستن، جلسه خوبی هم با آقای نصیرزاده داشتن و مطمئنم مردم اصفهان و مردم تبریز هیچ مشکلی با هم ندارن، دوست و برادر هستن و هیچ کنه من مطمئن هستم که هیچ اختلاف بین این مردم وجود نداره. تعامله فکر میکنی شکل بگیره بین دو باشگاه؟ من فکر میکنم با جلسه ای که امروز حدود 10-12 نفر از اصفهان اومده بودن، جلسه ای که باشگاه با باشگاه تراکتور انجام شد 100% این اتفاق میافته. آها، اینم من طرفدار این گونه شعارها هم که گفتن اصفهان نصف جهان، تبریز کل جهان. به نظرم هوای دو نفر داشتن، انصافا هم مهمون نوازی خوبی رو انجام دادن هواداری تبریزی، دم مرحوم و معرفتشون گرم. امیدوارم این اتفاقات جا بیفته تو لیگ برتر، اگه این لیزرام نیارن تو ورزشگاه به نظرم اوضاع بهتر هم خواهد شد. یه فکتم بهتون بگم که پاکو خمه سرمربی تراکتور در 10 بازی مقابل استقلال، سپاهان و پرسپولیس که بازی‌های مهمی هم هست واسشون، فقط 2 برد به دست آورده و 7 باخت و 1 تساوی حاصل کار اون بوده، نشون داده که در مقابل تیم‌های بزرگ اصلاً عملکرد خوبی رو نداره پاکو خمس. حالا من سعی می‌کنم مصاحبه بازیکن‌های سپاهان و تراکتور هم واسهتون بذارم. تمام بازیکن‌های تراکتور مدیون این هواداری عزیزمون هستیم. من به شخصه نمی‌دونم دیگه راجع به هواداری عزیزمون چی بگم. حیف شد بازی، حقمون سه امتیاز بازی بود. ما نیمه اول بازی پای پای بود، نیمه دوم حقمون بود که اصلا سپاهان دروازه ما رو ندید. حیف شد واقعا، متاسف شدیم واقعا. هر وقت استادیوم پر میشه نقصی نمیگیره، مثلا 20,000 30,000 میاد بهتر نتیجه میگیره. نه همچین چیزی نیست. اگه دقت کنید سپاهان تیم پرموره، تیم بزرگیه. ما جلوی سپاهانی بازی کردیم که دیدیم که تیم واقعا از نظر بازیکن تیم اول نمیگه جزء دو تا تیم اول ایرانه. ما سرتر بودیم بازیمو، ولی سپاهان خیلی اون ریتم بازی رو خراب میکرد، وقت‌کشی میکردن. حالا اونم سیستم مربیشون بود. تبریک هم از میگم خدمت تیم سپاهان، اومد اینجا مساوی هم گرفتن، تبریک هم. سپاهان تیم سابقته، توی یه هفته گذشته حالا یه تنشای بین دو باشگاه بود، گفتم نظرتو بپرسم. به هر حال دو تا تیمایی که توشون بازی کردی. آقا شجاع تأثیری داشت این مصاحبه اینا تو روند بازی و حالا شاید قفل شدن بازی؟ نه، من تیم سابقم بود، احترام زیاد برای مردم عزیز اصفهان، تیم خوب سپاهان قائلم. این فوتبال دیگه، این پیش بینی تنش همیشه بین تو فوتبال هست، چیز طبیعی به نظر من. تو تراکتور بازی کردی قبلا، سپاهان بازی کردی، جو امروز تفاوتی داشت به بازی قبلی یا نه؟ بابا این جو و هیچ تیمی به نظرم همچین جوی اصلا تو تیمی اصلا تفاوتی امروز داشت جو؟ تعریفتون میخوام. من نمیتونم تعریف کنم این جو، یه چیز اصلا یه چیز عجیب غریبی به نظرم این جو، این هواداری به نظرم. شما احترام تو استادیوم دیدین؟ نه بی احترامی شد، نه کسی فحاشی کرد. اینه میگم فرهنگ هواداری از نظر من. من به شخصه حالا میگم احترام زیاد واسه هواداری دیگه قائلم. این جو دیدم به نظر خود من بعضی از تیم‌ها یاد بگیرن از تیم تراکتور. الان امروز فکر کنم چقدر تماشاگر برگشت، چون ما رفتیم تصاویرشو گرفتیم. فکر کنم بالای 150,000 برگشت. چند نفر؟ نه 20,000 نفر برگشتن. فکر کنم تبریز آذربایجان نیاز به استادیوم بزرگتر داره از نظر من. این هواداری که من تو مسیر داشتم می‌مادم دیدم، فکر کنم بالای 50,000-60,000 نفر برگشتن. آخر بازی نه درگیر نشدم. من آخر داور بازی من سکارته کرد. من اصلا نفهمیدم چه کارت گرفتم.
داور بازی گفتم که یه خسته نباشیم خیلی داور عزیزیم اونو عربرقی عرض کنم خیلی خوب داوری کرد، فقط یه خورده وقت اضافه فکر کنم بیشتر باید میگرفت. مرسی چیز راجبه آقای خیریزاده در پاردوز جسدن من دارم آقای خلیزاده در مورد این امتیازی که از دست رفت برای سپاهان و تراکتور، هر دو تیم هم دنبال قهرمانی هم، فکر میکنی این مساوی حالا خللی وارد میکنه تو این هدفی که هر دو تیم دارن؟ ما که هدف اون قهرمانی امروز بازی رو دیدین، اون تیمی که واسه سه امتیاز تلاش میکرد تیم تراکتور بود، هم دیدن ما حاکم مطلق زمین بودیم از نظر من، ما باید بازی رو می‌بردیم. حالا اف شد که نشد، ان شاء الله بازی بعدی جبران کنیم و بتونیم خودمون رو بالا جدا حفظ کنیم. دمتون هم گرم از اینکه با من همراهی کردین بچه‌ها، لطفاً اون لایک رو بزنید و فعلاً